حمله های روسیه در اوکراین همچنان ادامه دارد. از آغاز جنگ 4 روز می گذرد و نیروهای روسیه وارد دو شهر بزرگ کیف و خارکوف شدند. ایالات متحده و همپیمانهایش تحریم علیه مؤسسات مالی روسیه را بیشتر کردند. آنها از جمله دو بانک بزرگترین کشور VTB و سپیر بانک را تحریم کردند که معاملات زیادی پولی از طریق آنها صورت می گیرد. آنها از نظام بین المللی بانکی بیرون کرده شدند. ما همچنین نسبت 80% بانک و مؤسسه های مالی روسیه تحریم اعلان کردیم. این نه تنها تجارت را برای پرزیدنت پوتین و حکومت روسیه مشکل می کند، بلکه کمک و مبلغ گذاری به بخش نظامی در این کشور را دشوار و ناممکن می سازد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که روز پنجشنبه امر حمله به اوکراین را صادر کرد، تحریم های کشورهای غربی را خصمانه نامید و به نیروهای بازدارنده هسته‌ای کشورش دستور داد در حالت آماده باش قرار گیرند. این یک جنگ سراسری و ناعادلانه است و فرصتی آن است که تاجران آمریکایی سرش اندیشه کنند. اما فکر میکنم فرصتی آن است که آبروی خود را حفظ کنند و با نظام کار نکنند که برای آنچه که با اوکراین کردند و میکنند در دادگاهی گاگ نشینند. هفته گذشته نیروهای اوکراین که غیر نظامیان هم در کنارشان هستند، بعد تلاش‌های نیروهای روسیه برای پیشروی و شکست دادن شهرهای بزرگ اوکراین مقاومت کردند. وزارت دفاع اوکراین یک ویدیو ثابت نشده را نشر کرد که نشان می‌دهد هواپیمای بدون سرنشین کاروان ارتش روسیه را نابود می‌کند. فرصت آن رسید است که تمام مؤسسه های مالی روسیه را از تمام نهادهای بین المللی معاملات پولی بیرون کنیم. وقتی آن رسید است که بزید صادرات نفت و گاز پوتین منبع اساسی درآمدش تحریم جاری کنیم. باید با شتاب به جبهه اسلحه فرستیم. اسلحه ضد تانکی، ضد هواپیماها، سنایپر، مواد سوخت. این کار را باید یک هفته پیش میکردند. اوکراینی ها دیگر وقت ندارند. اوکراین راضی شد که در مرز با بلاروس در برای صلح گفتگوی بی قید و شرط داشته باشد. در سراسر جهان طرفداران اوکراین با طلب قطع جنگ راه پیمایی کردند. از جمله در واشنگتن که قرار است آنجا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه پیام سالانش به کنگره را ارائه کند.